افشاگری جنجالی محمود قربانی، همسر سابق گوگوش، در مورد شهره شهرام سلطی و علیرضا امیر قاسمی. لطفاً تا انتهای این ویدیو همراهمون باشید. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال تهران تیوی خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جذاب بعدی ما رو از دست ندید. محمود قربانی در ویدیویی گفت لعنت به من، کاش دستم میشکست و همچین آدمایی رو بالا نمی آوردم. یکیش از همه بدتر که دردسرهای بسیار زیادی رو برام به وجود آورد و کلی اذیتم کرد همین خانم شهره بود. ای کاش که من دستم بشکنه که یه آدم بی کلاس رو وارد عرصه هنر کردم و اون رو به عرش خدا رسوندم. یه روز تولد کامبیز پسرم بود. ما مراسم خیمه شب بازی داشتیم و پدر این خانوم همراه همسرش اومده بود که به همراه خیمه شب بازی ویالون بزنه. مادرش اومد به من گفت که این پسرم و دخترم میخوان خواننده بشن. ما هم گفتیم خب بگو فردا بیان میامی ببینیم چی میشه. من با اینا شروع کردم به تمرین کردن و کار کردن و به اینا گفتم اولین شرطم اینه که وقتی پا گذاشتین به هنر کسافتکاری و عوضی بازی در نیارین. من با همه خواننده ها این صحبت رو کردم. شخصیت هنر رو باید نگه داریم. خلاصه گذشت. ما شروع کردیم برای آهنگ گرفتن واسه این خواهر و برادر که دو صدایه بخونن. مثل ابی و شهرام آوردیمشون رو صحنه. به جایی رسید که این دوتا شهرت زیادی رو به دست آوردن و ما هم اون موقع سرمون شلوغ بود و درگیر کار و زندگی بودیم. خود شهره هم یه بار اومد واسه هم تعریف کرد که در 15 سالگی صاحب یه دختر شده. در جای زندگی میکرده به اسم سراح سیروس که تو دو اتاق خواب 8 نفر زندگی میکردن. یعنی دوتا پدر مادرش و 6 تا خواهر برادر. ما به اینجا رسوندیمش. اومد ملکه صحنه ها شد. همه برنامه ها رو ریختیم براش. تو کشور خودمون هم چندین بلا سر من آورد. تو فیلم بادوم تلخ که با داریوش بازی میکرد، همسر داریوش مجری بود و شهره همش میپرید به داریوش و بهش نظر داشت. خب زن داریوش هم مجری صحنه بود، همه این حرکات رو میدید دیگه. اون فیلم برداری تو شمال بود. وقتی که زن داریوش از این ماجرا بو میبره، همه چی به هم میریزه و فیلم برداری متوقف میشه. من کلی سر اون فیلم پول خرج کرده بودم، همش به باد میره. اون فیلم یکی از بهترین فیلم‌های کشور بود. وقتی که این داستانا پیش میاد، ایرج قادری با داریوش در میفته و همه چی به هم میخوره و همسر داریوش دست داریوش رو میگیره و میان تهران. سر این داستان مسخره فیلم ما میخوابه و از بین میره. یه شبم رفته بودیم دیسکوتک شومینه. من بودم، لیلا بود، شهره بود، شهرام بود، دوست دخترش بود، هوشنگ کریمی هم بود. آقای انجمری هم اومد سر میز ما. ما همون گوشه نشسته بودیم و خلاصه گاهی وقتا میرفتیم یه نوشیدنی میخوردیم، میرفتیم میرقصیدیم. حالا نگو، پسرای تیمسار صمدیان پور رئیس شهربانی بغل میز ما نشسته بودن. پسراش بود، دامادش بود، دخترش بود. خلاصه این شهره انقدر واسه پسرای اون اشوه میاد که اونا مجبور میشن تلفن لوله کنن و پرت کنن سمتش. من متوجه نبودم. حالا نگو هوشنگ و کیومرث از این قضیه بو برده بودن. بعد وقتی که اینا پول میزو میدن و میخوان برن، هوشنگ و کیومرث تو خیابون یقه این دوتا رو میگیرن و کلی زد و خورد میشه. دربون اونجا میاد به من میگه که آقای قربانی، دوستات دارن پسرای رئیس شهربانی رو میزنن، بیا ببین چه خبره. اون موقع هم برف و یخبندون بود. ما هم میپریم بیرون که اینا رو جدا کنیم و خلاصه دعوا تموم میشه و میرن. از قضا پسرای تیمسار وقتی میرسن خونه، میرن رو پدرشون رو شکایت میکنن. تیمسار هم بالا میشه، میره رو اعلیحضرت میگه آقا تو چرا اون بالا نشستی؟ محمود قربانی حمله کرده به پسرام، میخواسته بکشتشون. فردا پس فردا به منم حمله میکنه و منم میخواد بگیره بکشه. خلاصه اعلیحضرت هم میگیره واسه همه ما حکم تیر صادر میکنه. خود شهره و شهرام و لیلا شاهدن. من خونمون نمیتونستم برم. پلیسا تو کل کوچه و خیابونمون صف کشیده بودن. مثل دزدا میرفتیم، شبا تو هتل هیلتون میخوابیدیم یا میرفتیم خونه خواهرم عفت میخوابیدیم. نمیتونستیم سر کار بریم، نمیتونستیم جایی بریم. خلاصه یه چند روز گذشت. من رفتم خودم رو معرفی کردم و رفتم پیش تیمسار فرزانه و گفتم داستان اینه. خلاصه ما یکم اذیت شدیم و از این داستان اومدیم بیرون. این دختر از اون موقع شیطون بود. اصلاً به هیچ وجه جلوی خودش رو نمیتونست بگیره. بعد آقا 6 ماه قبل انقلاب ما رو میان میکنن تو زندان و این خانم بالا میشه میره آمریکا.
وقتی هم که ما آزاد میشیم میزنه پدر این خانوم فوت میکنه. زنگ میزنه به من گریه و زاری و تو رو خدا تو خرج و مخارج هواشون رو داشته باشو این داستانا. من باز دلم سوخت و همه این کارا رو کردم. حتی شهرام نیومد برای آخرین بار پدرش رو ببینه. من بودم که پدرش رو غسل دادم. من بودم که زیر تابوتش رو گرفتم و بلند داد میزدم لا اله الا الله. من بودم که سه شبانه روز برای پدر این خانوم نذری دادم از جیب خودم. ای کاش دستم بشکنه. این بوده جواب محبت‌های من. این بوده که این خانوم الان میره پیش امیر قاسمی چرت و پرت میگه. محمود قربانی در ادامه میگه خانوم شهره، تو حتی نمیتونی از جلوی گیت خونه من رد شی. یه کراوات من کل هیکل همتون رو میخره. این شرافتته؟ من گفتم تو نباید مردم ما رو گول بزنی. اونا کم بدبختی ندارن. اون از ترکیه، اینم از دبی. میای تبلیغ علکی میکنی که مردم بیان پولایی که به زور جمع کردن رو بدن به تو تا آپارتمان ساخته نشده بخرن. تو هم پولاشون رو برداری و کلاهبرداری کنی. چرا این کارا رو کردی؟ عوض این که به مردمت کمک کنی که از ظلم و ستم بیان بیرون، بدتر بیچارهشون کردی، بدبختشون کردی. پولای مردم بدبخت و بیچاره رو خوردی که بخوای باشون پیشرفت کنی، بخوای بیشتر کسافتکاری کنی. 40 ساله تو آمریکایی. تو اگه میخواستی پیشرفت بکنی، ماهی 40-50 هزار دلار درآمد داشتی. اونا رو یه جا سرمایه گذاری میکردی. نه که همشون رو خرج مواد و قمار رو اینطور کسافت کاری کنی. آبروی هرچی هنر بردی، آبروی هرچی هنرمند بردی. والا هنرمنده دیگه روشون نمیشه بگن ما هنرمندیم. همه اینا به خاطر کسافتکاری توه. تو شخصیت داری، تو شعور داری، تو معرفت داری، تو باید خجالت بکشی زن. این همه من به تو محبت کردم، تو حالا میری پشت سر من چرت و پرت میگی؟ مردم، این شخص شخصیت نداره، معرفت نداره، احترام سرش نمیشه. اگه داشت احترام میذاشت به خودش، به شخصیتش، به هنرش، این شهرام بیچاره از خجالت نمیتونه سرش رو بلند بکنه. این شهرام باید سوپر استار میشد. این از خجالت حتی نمیتونه آهنگم بخونه. تو فیلم ها میبینین رو استیج یهو میزنه زیر گوش برادرش، میخوان ببرنش توالت، از 100 نفر لب و لوچه میگیره تا بره. این چه حرکات زشتیه که تو انجام میدی؟ من میگم تو نباید این کارا رو بکنی. بعد تو میری میشینی با علیرضا امیرقاسمی پشت سر من حرف میزنی، راجب من چرت و پرت میگی. واقعا چی باید گفت به تو؟ این شرف توه، این معرفت توه. ای کاش دست من میشکست. یکم از برادرت خجالت بکش، یکم به برادرت رحم کن. از خجالت نمیتونه سرش رو بالا بیاره بیچاره. لعنت به من که پای کثیف تو رو وارد عرصه هنر کردم. خب دوستان، اینم حرفای هنرمند خوب کشورمون محمود قربانی که خیلی هم عصبی بود از دست خانم شهره. البته حق هم داره ها، شهره خیلی در حقش بدی کرده. حالا انشالله که با هم کنار بیان و آشتی بکنن. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراهمون بودین. لطفا قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو هم فشار بدید که تا از جدیدترین و به روزترین ویدیوهای ما با خبر باشین. خیلی ممنون از همه شما.